بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، به درس دوم از گرامر خوش آمدین. موضوع درس امروز ما هست زمان حال ساده. زمان حال ساده. دوستان عزیز، در درس گذشته ما بحث کردیم در مورد زمان، زمان چی هست و در کجا می توانیم استفاده کنیم و به چند بخش تقسیم شده، و امروز اولین بخشی از گرامر خود، زمان خود شروع می کنیم. البته زمان عنوان درس ما هست، زمان حال ساده. در قدم نخست زمان حال ساده تعریف می کنیم. زمان حال ساده چی هست؟ در کجا می توانیم استفاده بکنیم؟ Simple present tense زمان حال ساده is used to show habitual and permanent action. Is used to show habitual and permanent action. Habitual عادتی. Permanent. زمان حال ساده برای نشان دادن یک عمل عادتی و دائمی هست. البته به این معنا هست که یک عملی که به شکل عادتی باشه و یا همچنان به شکل دائمی انجام داده شود، این را به نام زمان حال ساده میگن. اگر به شکل خلاصه و به شکل کوتاه اگر تعریف بکنیم، زمان حال ساده زمانی هست که یک عمل تکراری، عمل عادتی و عمل دائمی را نشان میده. مثلا ما هر روز مکتب میریم، یک عمل تکراری هست. یا مثلا ما به یک چیز عادت کرده باشیم، مثلا ما هر صبح قهوه میخوریم، مثلا میگیم که هر صبح دویش میکنیم، هر صبح ورزش میکنیم، این یک عمل چی؟ عمل عادتی هست و همچنان تکراری شده میتونه. مثلا دائمی، یک عمل را به شکل دائمی ما انجام میتیم، این را به نام زمان حال ساده میگن. Is used to show habitual and permanent action، یعنی نشان دهنده عمل عادتی و دائمی هست. بیشتر در این موضوع صحبت میکنیم انشالله که واضح میشه براتون. هر زمان از خود یک فرمولا داره، از خود یک استرکچر داره، چگونه میتونیم جملات بسازیم و مثلا چگونه جملات مثبت بسازیم، چگونه میتونیم جملات منفی بسازیم، سوالیه بسازیم، منفی در سوالیه بسازیم. ما در زمان حال ساده دو تا فعل کمکی داریم. در هر زمان فعل های کمکی وجود داره. البته در زمان حال ساده دو تا فعل کمکی هست، دو و دست. دو و دست. دو جمع هست و دست مفرد هست. پلورال جمع، دو جمع، و دست ما هم سنگولر یعنی مفرد هست. البته دو به سبجکت های جمع استفاده می شد و دست هم به سبجکت های مفرد استفاده می شد. البته مثلا دی، یو، وی، آی، دو استفاده می کنیم. بس سنگولر یعنی دست، هی، شی، ات استفاده میکنیم. دی، یو، وی، آی، هی، شی، ات، اینا سبجکت هستن. سبجکت یعنی ما در دو استفاده، به دی، یو، وی، آی فعل و کمکی دو را استفاده میکنیم، هی، شی، ات به فعل و کمکی دز استفاده میکنیم. این قسمت هی، شی، ات ما مفرد هست، هی، شی، ات ما مفرد هست و دی، یو، وی، آی ما هم جمع هستن. و فعلا فهمیدیم که ما چند دانه فعل و کمکی داریم و به کدام سبجکت ها استفاده میشه. البته ایرا فهمیدیم، میریم به سراغ استرکچر یعنی ساختمان یا فرمولای جمله جور کردن. structure یعنی structure چی هست؟ البته اگر ترجمه کنیم ساختمان معنا میده، ساختمان. یا مثلا syntax هم میگن، syntax هم گفته میتونه structure، ساختمان. یعنی structure یک فرمولایی هست
بر ما نشان میده که چگونه باید یک جمله را بسازیم. استرکچر مثبت زمان حال ساده هست افرمتیو مثبت هست AF ما افرمتیو سبجکت پلاس ورب پلاس کامپلمنت. سبجکت پلاس ورب پلاس کامپلمنت یعنی به خاطر ساختن یک جمله مثبت در قدم اول باید سبجکت بیاریم، سبجکت آورده شود، و در قدم دوم باید فعل ورب باید داشته باشه، و سوم هم جمله ما باید تکمیل شود. دیگه شاید در ذهن شما شاید سوالات خطور کرده باشه، سوال مطرح شده باشه، یعنی اس ما چی است، وی ما چی است، کامپلمنت ما چی است. اس هست مساوی با سبجکت، وی مساوی با ورب، و سی ما هست کامپلمنت. سبجکت اگر معنا بکنیم، سبجکت چی است؟ تعریف سبجکت چی است؟ سبجکت از ده an action. Which show state or action. State or action. Complement she has. Completes sentences. ببینین دوستان عزیز، اسم ما سبجکت هست، سبجکت is the doer of an action، یعنی فاعل. سبجکت ما چی است؟ فاعل هست، فاعل. یعنی سبجکت is the doer of an action، سبجکت انجام دهنده کار هست. مثلا ما یک چیز را انجام میدیم، مثلا he go to school، احمد go to school، احمد سبجکت است، احمد is the doer of an action، یعنی subject is the doer of an action، یعنی فاعل انجام دهنده کار است. مثلا ما در حال خواندن کتاب هستم، ما فاعل هستم، یعنی فاعل انجام دهنده کار هست، انجام دهنده فعل هست. verb is a word which is used to show state or action، یعنی verb یک کلمه هست نشان میده یک حالتی را و یا یک عملی را. کامپلمنت یعنی ببخشین دوستا، ورب اما کار را ما میکنیم، اما فعل را که ما انجام میدیم این را به نام ورب میگن. کامپلمنت کامپلیتس دی مینینگ اف سنتنسز، کامپلیتس دی مینینگ اف سنتنس. کامپلمنت تکمیل کننده جمله، یعنی تکمیل میکنه معنای جمله را. مثلا میگیم آی گو تو اسکول اوری دی، آی گو، آی ما سابجکت، گو ورب، تو اسکول اوری دی، و ما هر روز به مکتب میرم، هر روز به مکتب میرم، یعنی تکمیل کننده جمله هست. اگر امی کامپلمنت نباشه معنای جمله ما تکمیل نمیشه. در صورتی که کامپلمنت در اخیر جمله باشه معنای جمله ما تکمیل میشه. پس ایره هم یاد گرفتیم، اینال میریم به سراغ جمله جور کردن. جمله مثبت اگر خواسته باشیم بسازیم، اول سبجکت میاریم، بعد از او فعل میاریم، بعد از او کامپلمنت میاریم. اینا رو میایم یک جمله میسازیم. مثلا میگیم که در جای سبجکت ما انتخاب آی دو مای هومورک everyday. ای یک عمل قبلا در تعریف گفتم، ای یک عمل تکراری هست، ما به شکل تکراراً وظیفه خانگی خود انجام میدم. I do my homework every day، یعنی من هر روز وظیفه خانگی خود انجام میدم. اینا رو ببینیم کدام یک از اینها فعل است، کدام یک از اینها فاعل است، کدام یک از اینها هم تکمیل کننده جمله هست. ببینین آی ما سبجکت هست، یعنی فاعل است. امی وظیفه خانگی رو کی انجام میدم؟ من انجام میدم. آی دو انجام دادن، امو فعل. قبلا گفته بود is a word which shows state or action.
یعنی نشان میده یک حالتی را و یا یک عملی را. ای امو فعل ماست، ورب ماست. My homework every day یعنی تکمیل کننده جمله هست. ای از کمپلیمنت. یعنی جمله مثبت ما، جمله مثبت ما از سه مرحله تشکیل شد. یک از این ها هم کم باشه جمله ما غلط هسته. ببینید سبجکت ما، ورب ما، کمپلیمنت ما. I do my homework every day. من هر روز وظیفه خانگی خود انجام میدم. یک عمل تکراری هست. میریم به سراغ جمله منفی. سوالیه میریم. یک جمله سوالیه جور میکنیم. اگر ما خواسته باشیم اینال دو و دست که قبلا ما گفتم فعلای کمکی هست. دو دست. دو و دست. این جمع هست، این مفرد است. اول این را مشخص میکنیم، این را میبینیم. آی ما چی هست؟ آی ما جمع هست. اینال به طرف چی میریم؟ به سراغ فرمولا یا استرکچر سوالیه. سوالیه. اینال میم اول در جمله سوالیه در ابتدا قبل از فاعل فعل و کمکی را میریم. دو و یا دز. دو دز. سبجکت پلاس ورب پلاس کامپلیمنت. یعنی اول فعل و کمکی را میاریم، بعد از او میاریم سبجکت، بعد از او فعل میاریم، بعد از او کامپلیمنت. یک علامت سوالیه هم در اخیرش میگذاریم. ببینیم به خاطر ساختن جمله سوالیه ما در قدم نخست چی را میاریم دیگه قسمت؟ فعلای کمکی را میاریم. دو و دست. دو دست بعد از فایل میاریم، بعد از فعل میاریم، بعد از اونم کامپلیمنت میاریم. این حال بیایم یک جمله را میسازیم دوستا. میاریم دو. اول میایم این جمله را به حالت سوالیه تبدیل میکنیم. اول آی ما. آیا مشخص کردیم که آی ما جمع هست. جمع باشه کدام یک از اینها میه؟ جمع ما دو است. دو را میاریم. این حال میگیم دو. دو. سبجکت ما چی است؟ یک قسمت آی است. دو آی. Do I do فعل ما دو است. Do I do my homework. این حال میهم آیا من وظیفه خانگی خود هر روز انجام میتونم؟ دو ما دیگه قسمت آگزلری هست، یعنی فعل و کمکی هست. چرا ما دو را انتخاب کردیم؟ به خاطر که فاعل سبجکت ما جمع است. اگر سبجکت ما جمع باشه پس ما مجبور هستیم باید دو را انتخاب بکنیم. میم آی ما هم سبجکت است. اینال سبجکت، بعد زومت فعل، دو ما هم ورب است، اینی هم آخرش هم کامپلیمنت هست. ببینید دوستان عزیز حالت دوم جمله را هم یاد گرفتیم. میریم به سراغ جمله منفی. جمله منفی استرکچرش یاد بگیریم، این را پاک میکنیم. منفی سبجکت پلاس دو داز پلاس نوت پلاس ور پلاس کامپلیمنت. ببینین نوت چرا آوردیم؟ نوت به خاطر که منفی است. جمله منفی باید ما نوت بیاریم. این فرمولای ساختن جمله منفی هست. اول چی را میاریم؟ اول سبجکت میاریم. مثلا سبجکت ما چی بود دوستا؟ آی بود. دیادتان باش آی. آی انتخاب میکنیم. آی جمع است، یک فایل جمع است، مجبور هستیم دور انتخاب کنیم. آی دو. آی دو نات. البته این فعل کمکی است. فعل اصلی ماده یک قسمت است. شما بازی نخورین که در اینجا دو فعل کمکی، فعل اصلی باشه. البته این دو ما دوی کمکی است. آی دو نات. نات خودش میاریم بعد از فعل کمکی. آی دو نات دو. دو. آی دو نات دو مای homework. شاید بعضی ها در ذهنشون سوال خلق شود دو تا دو آمد. ای دو ما فعل کمکی است، ای دو ما فعل اصلی است. در جای دو میتونیم perform بیاریم مثلا.
در شمالات سابق هم شما میتونین پرفورم بیاین انجام دادن معنا میده. من به خاطر شما گیج نشین، این دوی ما فعل کمک اصلی بود، این دو کی است؟ فعل کمکی است. باز هر کدامش یک معنای جداگانه داره. این انجام دادن این کی است؟ کمکی است. جمله را به حالت با حالتهای دیگه تبدیل کردن استفاده میشه. مثلا از حالت مثبت به سوالیه تبدیل کنیم به فعل کمکی نیاز داریم. I do not perform my homework. در آخرش هم میتونیم نوشته کنیم every day. من هر روز وظیفه خانه خود انجام نمیتونم. سعی کنین آی ما سابجکت است، دو ما هم ای یو اکس اگزیلری هست، نوت خودش است، نوت است، پرفورم مام ورب است، این ورب است، مای هومورک اف دی ام چی است؟ کامپلیمنت است. یعنی جمله منفی. این اول مانت جمله منفی در سوالیه. منفی در سوالیه چه قسم جور میکنیم؟ منفی در سوالیه. اول میاریم دو و دازه. دو و داز. سابجکت پلاس نوت پلاس ورب پلاس کامپلیمنت سوالیه. این حالا میاریم جمله جور میکنیم در اینا هم. Do does subject plus not plus verb plus plus complement. میم اول دست منفی در سوالی هم منفی هست و هم سوالی هست. میم یک جمله بسازیم. اول دو انتخاب میکنیم به خاطر که subject ما چی است؟ در این قسمت جمع است. Do میگیم که do I این حال subject ما I است. Not هم بازو میاریم. Do I not perform my everyday. Do I not perform my homework every day? آیا من هر روز وظیفه خانگی خود انجام نمیتم؟ دو ما چی است؟ دو اگزیلری هست، اینی دو داز ماست، آی ما هم اینی سبجکت است، اینی آی است، نوت ما هم اینی نو است، پرفورم ما ورب است، این هم چی است دوستو؟ کامپلیمنت است. چهار حالت جمله را ما یاد گرفتیم. یعنی ما به این فرمولایی که من نوشته کردم هر کدام قسمتش شما در ویدیو استاپ کنین و یادداشت بگیرین. اگر سوال دارین میتونین در قسمت کامنت این ویدیو در یوتیوب میتونین سوال بپرسین و یا به شماره تماس بنده تماس بگیرین. ببینین دوستان عزیز چهار حالت استراکچر را یاد گرفتیم. به یادتان باشه ما در جملات مفرد یعنی فایلایی که مفرد باشد در اونا ما در اخیر فعلشان اس و یا همچنان ای اس اضافه میکنیم. در فعلا در فعلهای حالت سیوم مفرد اس یا ای اس اضافه میشه در اخیر فعلشان. مثلا یک قانون داره، اگر جمله ما مثبت باشه، جمله مثبت باشه و هم فاعل ما مفرد باشه، یعنی جمله ما مفرد یعنی افرمتیو باشه، جمله ما مثبت باشه و فاعل ما هم مفرد باشه. مثلا ما میایم در قسمت یک جمله جور میکنیم، دو در اخیر فعل، در اخیر فعلی که جمله آن مثبت باشه فاعل آن مفرد باشه، مجبور هستیم در اخیر فعل اس و یا ای اس اضافه کنیم. این رو پاک میکنم، این در یک بغل نوشته میکنم، جمله مثبت باشه و همچنان فاعل ما مفرد باشه. مثلا ما یک تا جمله مثبت، اول فاعل مفرد میاریم، مثلا نوشته میکنم در یک قسمت شی ما فاعل مفرد هست. اینو جمله را مثبت میشه، شی واش ده دش. این جمله ما کاملا غلط است. به خاطر چی؟ به خاطری که اگر جمله ما مثبت باشه فعلا جمله ما مثبت هست، فاعل ما هم مفرد است. دو صورت در اخیر فعل باید اس و یا ای اس اضافه شود. در این قسمت در واش ما مجبور هستیم اس اضافه کنیم و یا ای اس اضافه کنیم. اگر اضافه نکنیم جمله ما کاملا ناقص هست. پس ما در این قسمت ای اس اضافه میکنیم، مثلا ای اس. She washes the dish every day, every night.
میتونی نورونه. یعنی او هر روز یعنی هر شب ظرفه میشویه. این حال ما قانون شیاد بگیریم چی وقت ای اس اضافه میشه و چی وقت هم اس اضافه میشه. با اس دبل اس مثلا اس دبل اس سی اچ سی اچ اس اچ او اکس و زد ختم شوه، فعلی که با اس دبل اس سی اچ اس اچ او اکس زد ختم شوه. ببینین واش، واش ما با چی ختم شد؟ اس اچ ختم شد، یعنی اس اچ ختم شد. پس در اون صورت ما اضافه میکنیم ای اس اضافه میکنیم. یعنی هدف ما ای است هر فعل با اس دبل اس سی اچ اس اچ او اکس زد ختم شوه، اخیر آن با این کلمات با این حروف ها ختم شوه، پس ما ای اس اضافه میکنیم. در غیر او صورت تنها اس اضافه میکنیم دوستا. مثلا ما یک جمله نوشته میکنیم آی مثلا هی واچ تی وی every night، یعنی او هر شب تلویزیون تماشا میکنه، تیوی تماشا میکنه. ببینین واچ، واچ ما با سی اچ ختم شد. دیجم گفته بود که اگر با اس دبل اس سی اچ اس اچ سی اچ ختم شوه ای اس اضافه میشه. پس ای با سی اچ ختم شد، ما چی اضافه میکنیم؟ ای اس اضافه میکنیم. مثلا هی واچز دی تیوی اوری نایت، یعنی او هر شب تیوی تماشا میکنه، تلویزیون تماشا میکنه. یعنی هی واچز تیوی اوری نایت. پس مثلا یک مثال دیگه هم میتونم، مثلا شی شی گو تو سکول اوری دی، با او ختم شوه هم مثلا دیگه گفته با اس دبل اس سی اچ اس اچ او، یعنی فعل ما با او ختم شد. اگر او ختم شد پس ای اس اضافه میکنیم، با او ختم شده بود. این حال من بیایم این جملاتی که من ساختم ایره من گل کنم در جایش آی نوشته کنم، آی نوشته کنم، پس جمله ما غلط شد. به خاطر چی؟ فاعل ما مفرد گفته، این فاعل ما مفرد نیست، این فاعل جمع سبجکت ما. مفرد باشه اس یا ای اس اضافه میکنیم ما. در این صورت پس ای ام پاک میشه، به خاطر که فاعل ما جمع است. اگر پس ما این را تبدیل کنم به هی تبدیل کنم، پس در این قسمت ای اس اضافه میشه، ای اس اضافه میشه به این شکل. ببینین دوستان عزیز، باز دوباره تکرار میکنم، اگر جمله ما مثبت باشه، جمله ما مثبت است، فاعل ما یعنی سابجکتش هم مفرد باشه، اس و یا ای اس اضافه میشه. قانون اضافه کردن اس، چی وقت ای اس اضافه میشه، چی وقت هم اس اضافه میشه. کلماتی که با اس دبل سی اچ اس اچ او اکس زد ختم شوه ای اس اضافه میشه، دیگه وقتا تنها اس اضافه میشه. مثلا من یک فعل نوشته میکنم، مثلا هی پلیز فوتبال، هی پلیز فوتبال، او فوتبال بازی میکنه. چرا تنها اس اضافه میکنه؟ به خاطر که ای با وای ختم شده، وای ده هیچ ذکر نکرده، نگفته که وای ختم شده ای اس اضافه کنیم. در غیر صورت تنها اس گفته، من به این قسمت تنها اس اضافه کنم. مثلا دوستا دو تا قانون دیگه هم به این قسمت مانده. هرگاه یک فعلی که با وای ختم شوه، با وای ختم شوه، یک فعل با وای ختم شوه، قبل از وای هم بی صدا باشه. ببینین فرمولش، اول بی صدا باشه، بعد از او وای باشه، بعد از او چی باشه؟ وای باشه. این به شکل، یعنی ما نشان میتونم براتون استادی، مثلا سعی کنین امی کلمه استادی، این امی کلمه استادی وای وای ختم شد. با چی ختم شد؟ با وای. ایجا گفته که قبل از وای چی باشه؟ بی صدا باشه. اینی دیما بی صداست، پس در او صورت وای تبدیل میشه با آی، بعد از او اضافه میکنیم ای اس. ببینین وای در چی تبدیل میکنیم؟ اگر با وای ختم شود، قبل از وای هم دی باشه، بعد از او میهم چی اضافه میکنیم؟ وای در آی تبدیل میکنیم. مثلا میگیم وای در آی تبدیل کردیم، بعد از او ای اس اضافه کردیم. ببینین وای در چی تبدیل کردیم؟ در آی تبدیل کردیم. چرا در آی تبدیل کردیم؟ به خاطر که قانون همی است، یک فعل با وای ختم شوه، قبل از وای هم بی صدا باشه. دی ما چیست؟ بی صدا. مثلا من یک کلمه نوشته میکنم در یک قسمت پلی، پلی پلی رو نمیتونیم وای، پلی با وای ختم شد، وای در اینجا وای نمیتونیم به آی تبدیل کنیم. به خاطر چی؟ قبل از وای بی صدا نیست، صدادار است.
دی باز تنها اس اضافه میکنیم. اگر قبل از وای به صدا می بود وای د آی تبدیل میکنیم بعد رو اس. مثلا یک کلمه دیگه نشون میکنیم فلای. فلای این فعل ما در وای ختم شد، قبل از وای هم به صدا است. پس ال است، قبل از وای ما چیست؟ ال است. پس در این صورت ما مجبور هستیم آیا وای دا آی تبدیل کنیم به این شکل فلای. ببینین وای دا آی تبدیل کردیم بعد این ایس دا کنیم فلایز پرواز کردن. پس دوستان عزیز این بود درس امروز ما، تا درس های بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. به خاطر حمایت از بنده لطفا چینل بنده را سبسکرایب کنین، لایک و شیر از یادتان نره. اگر کدام سوالی دارین میتونین در کامنت نوشته کنین.